اما در گزارش سالانه سازمان ملل از سطح خوشحالی در کشورهای دنیا که چهارشنبه 14 ماه مارس منتشر شد، فنلاند شادترین کشور جهان معرفی شده است. در این ردبندی که بین 156 کشور انجام شده، آمریکا با تنزل در رده 18 جدول قرار گرفته و در این ردبندی جمهوری بروندی در قعر جدول قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارش روزیتا ایران دوست. به گزارش شبکه راه حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل، امسال فنلاندی‌ها بین 156 کشور شادترین مردم دنیا هستند. این ردبندی بر اساس شاخص‌هایی همچون امید به زندگی سالم، حمایت اجتماعی، آزادی اجتماعی، سخاوت و نبود فساد انجام می‌گیرد. The Nordic countries are holding the lead, they're maintaining the lead because their countries are working. People have confidence in government. کشورهای نوردیک در شمال اروپا در رتبه‌های بالا پیشتازن. اونا این موقعیتشون رو حفظ کردن چون براش تلاش میکنن. مردم به دولتشون اعتماد دارن. سیستم‌های حمایت اجتماعی که در کشورهای دیگر تحت فشار هستن، در کشورهای اسکاندیناوی بسیار قوی‌اند. رتبه آمریکا کمی افت کرده. سال گذشته رتبه 14 را داشت، در حالی که امسال در رده 18 قرار داره و بر اساس یک پژوهش، برخی از روندهای نامطلوب در ایالات متحده در این زمینه موثر بوده. به گفته پروفسور ساکس، یکی از مهمترین شاخص‌های خوشحالی اعتماد به دولت است که از دلایل اصلی افت کشورها در ردبندی به حساب می‌آید. ما قطعاً یک بحران اجتماعی و بهداشتی در ایالات متحده داریم. بحران اجتماعی برمیگرده به نابرابری بیشتر، اطمینان و اعتماد کمتر به دولت که در آمریکا کاملا مشهوده، و بحران بهداشتی که ما اپیدمی مصرف بی رویه داروهای اعتیادآور، اپیدمی اضافه وزن، اپیدمی افسردگی رو داریم. بنابراین اینا برای آمریکایی که داره ثروتمندتر میشه ولی خوشحالتر نمیشه علائم خوبی نیست. Richer and richer, but not getting happier. امسال فنلاند از رده 5 در سال گذشته به رتبه اول ارتقا پیدا کرده است. 10 کشور برتر در ردبندی خوشحالی گزارش سالانه 2018 سازمان ملل عبارتند از فنلاند، نروژ، دانمارک، ایسلند، سوئیس، هلند، کانادا، نیوزلند، سوئد و استرالیا. بریتانیا در رده 19 و امارات متحده عربی در رده 20 جدول کشورهای خوشحال جهان قرار دارند. ایران در رتبه 106 و بروندی هم در ته جدول قرار دارد. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.